یکم راجع به ردیف هم خدمتون بگم که بدونین چی هست. جلوتر شما ردیف دستگاه ماهور رو قراره که بشنوید، تو همین فایل های پایین ترمون هستش. مجموعه 7 تا دستگاه و 5 تا آواز رو که در کنار هم دیگه قرار بگیرن شما ردیف در نظر بگیرید. توی هر دستگاه یک مسیر مشخصی داخل هر دستگاه طی میشه. خب مثل این میمونه که شما فرض کنید میخواین از مشهد برید تهران، یک مسیر مشخصی رو دارید طی میکنین، حالا بینش تو مسیرهای دیگه هم یه خورده صبر میکنین، یه سر استراحت چیزی میکنین و بعد باز برمیگردین تو مسیر عادیتون و به راهتون ادامه میدین. واحد سنجش شما توی این مسیر، واحد اون راهی که رفتین، کیلومتر دیگه، درسته؟ توی این مسیر موسیقی ایرانی که توی مسیر در واقع هر دستگاه، واحد سنجش اون راهی که دارید طی میکنین فرکانسه. یعنی توی هر دستگاه یه سری فایل صوتی در کنار همدیگه قرار گرفتن الان که اینا به همدیگه این زنجیر این فایل صوتی وصلن، یه سری تکنوازی هن که به ترتیب به همدیگه وصلن و شما رو توی یک مسیر خیلی باحالی جلو میبرن وقتی گوش میکنین. خب بعد شما فرض کنید تو همون مسیر مشهد تهران مثلا سمنانی خورده صبر میکنید، توی مسیرهای فرعی هم یه ذره صبر میکنید، دوباره برمیگردید به مسیر اصلیتون، باز دوباره راهتون ادامه میدین. توی این مسیر هر دستگاه هم همینطور هست، شما استارت رو میزنین از درآمد و وارد فضای اصلی دستگاهتون میشین، مسیر رو طی میکنین، میرین جلوتر جلوتر، ممکنه توی مسیرهای مختلفی خورده صبر بکنید، باز دوباره به راهتون ادامه بدین. مثلا تو سمنان صبر میکنین، اینجا میتونین مثالش باشه مثلا تو مایه دلکش، توی اگه ماهور شروع میکنین ممکنه توی مایه دلکش صبر بکنین یه خورده، باز دوباره برمیگردین فرود میایین تو مسیر اصلیتون، دوباره به راهتون ادامه میدین. ردیف رو میتونین از یه مثال دیگه ای استفاده بکنم براتون. این مثالی که دارم میگم از استاد لطفی استفاده کردم، شناخت موسیقی ایرانی یه برنامه اینطوری دارن و خیلی خیلی هم مفید هست براتون، حتما اون رو هم گوش بکنین. فعلا یه خوردهش رو براتون میگم، شما داخل اون فایل ها کاملش رو خواهید شنید. میتونید مثل یک باغ در نظر بگیرید ردیفو که داخلش 7 تا خونه جدا از همدیگه داره. خب و هر دستگاه رو مثل یکی از این آپارتمان هایی که داخل اون باغن مثلا در نظر بگیرید، به ترتیب طبقه که داره میره بالا شما فرکانس ها رو هم در نظر بگیرید که هی داره میره بالا، از درآمد شروع میکنه که فرکانسش پایینه و یواش یواش هی درجه های مختلف، هی گوش های مختلف داخلشون ساخته میشه و هی یواش یواش تو مسیر هر دستگاه خواهید دید که اول درآمد فرکانسش پایینه، صدا بمه، آروم آروم هی داره این مسیر صعودی فرکانس داخل هر دستگاه طی میشه. یه وقتایی ممکنه باز دوباره برگرده، یعنی اینطوری نیستش که همیشه مستقیم صعودی باشه، یه ذره برمیگره به مسیر قبل ترش، باز دوباره مسیر رو طی میکنه، یعنی روند کلیش صعودیه. هنوز حس میکنم بهتر میتونستم براتون توضیح بدم، برای همین با یه مثال دیگه براتون توضیح میدم. ببینین فرض کنین یه کتابخونه 7 طبقه ای دارین که کل این کتابخونه راجع به علم پزشکیه. خب توی هر طبقهش یک بحثی از مثلا مباحث پزشکی رو کامل براتون توضیح داده، از مقدمه شروع کرده، یک طبقه راجع به مثلا چشم، یک طبقهش راجع به پوست. شما به عنوان یک پزشک باید همه اینا رو بررسی کنین، دونه دونه کتاب‌های این کتابخونه رو بخونین، خب که بعداً که خواستید توی یک جلسه مثلا راجع به علم پزشکی صحبت بکنین، بتونین یه چکیده‌ای از اون علمی که دارین رو بسته به اون نیاز اون جلسه و بسته به اون حالی که شما توی اون جلسه مثلا دارید بتونید حرف بزنین راجع بهش. خب و معمولا هم اینطوریه دیگه، شما وقتی میخواین حرف بزنید نمیدین یهو از یک بحث تخصصی داخلش مثلا استارت بزنید، یه چیزی راجع به چش بگید، یک چیز خیلی تخصصی راجع به مو بگین مثلا، ها از اولش یک مقدمه میگین، راجع به یک بحثی صحبت میکنین، راجع به یک موضوع مشخصی صحبت میکنین و آخرش همین نتیجه گیری میکنین و تموم میشه. حالا توی ردیف موسیقی ایرانی هم فرض کنید کل علم موسیقیمون همین کتابخونه مثلا باشه، ولی کتابایی که کنار هم دیگه قرار گرفتن و یک موضوع اومدن شروع کردن صحبت کردن، اینا دیگه کتاب نباشن، فرض کنید اینا فایل صوتی ان. خب اینا یه سری تکنوازی ان که به هم دیگه وصلن این زنجیر و یک مسیر مشخصی رو طی میکنن داخل هر طبقهش. هر طبقه رو یک دستگاه در نظر بگیرید و این مقدمه تا جلو رفتنش رو هم افزایش فرکانس داخل هر گوشه میتونید در نظر بگیرید مثلا. خب
که صدا هی داخلش داره تیزتر میشه و درجه ها دارن هی بالاتر میرن و گوش ها هم روی این درجه های مختلف ساخته شدن و شما قراره اینا رو یاد بگیرید که بعد بتونید زمانی که میخواین خودتون یک قطعه ای رو بسازید و بنوازید یا بدون نوازی بکنید، یک چکیده ای از اون علمی که از این کتابخونه به دست آوردین رو بتونین اجرا بکنین. حالا چرا خدمتتون گفتم که از کتاب های ذوالفنون استفاده نکنین برای یادگیری؟ دلیلش این هستش که فرض کنید تو همون طبقه ای که بهتون گفتم شما بیاین یه چند تا دونه از فایل های صوتی شو بکشید بیرون و اینا رو باز به صورت نوت کنین و از همون حالتی که هستن هم ساده ترش بکنین، بعد خب شروع کنین به تدریس از روی اون نوشته ها. یعنی نمیان این زنجیر رو کاملا بهتون معرفی بکنن داخلش و همه مباحث داخلش رو بگن. خب یه سری از مایه های خیلی مهم رو نگفتن، مثلا مایه راک هست داخل دستگاه ماهور که اصلا داخل کتاب ذوالفنون من ندیدم اون موقعی که داشتم کار میکردم همون اول، و شما در واقع کل دستگاه رو بررسی نمی‌کنین، فقط یه قسمت های کوچیکی ازش رو بهتون با استفاده از نوت و به صورت خیلی ساده شده درس میدن. به نظر من که این مسیر رو رفتم یه مدارکی وقت تلف کردن هستش حقیقتا. یعنی شما میتونین خب به جایی که بیایید روی اون وقت بذارین خود ردیف رو بزنید، حالا اگه خود مسیرش مثلا یه مدار ممکنه خسته کننده بشه براتون، میتونید در کنارش یه سری قطعه یه سری آهنگای دیگه بزنین، ولی توی مسیر یک دونه دستگاه پیش برین که کاملا این مسیر براتون جا بیفته که اوکی این که حالا داریم مثلا این مسیر رو از مشهد تا تهران میریم دقیقا چطوریه، همه چیش رو ببینم بررسی بکنم که کاملا تو ذهنم جا بیفته.